سید مهدی موسوی شاعر و غزلسرا چند ماه پیش از سوی دادگاهی در تهران به 9 سال زندان و 99 ضربه شلاق محکوم شد. در همان دادگاه فاطمه اختصاری شاعر دیگری به 11 سال زندان و 99 ضربه شلاق محکوم شد. ما به سراغ آقای مهدی موسوی می رویم که به تازگی از ایران خارج شده تا با ایشون در رابطه با محکومیتشان و اصولا وضعیت هنرمندان و شعرا در جمهوری اسلامی ایران صحبت کنیم. آقای موسوی، قبل از هر چیز سپاسگزارم که شما با وجود مشکلاتی که دارید در این شرایط سخت قبول کردید با ما گفتگو بکنید. لطفا بفرمایید با چه اتهامی شما بازداشت شدید و به چه اتهامی شما به 9 سال زندان و 99 ضربه شلاق محکوم شدید؟ اول سلام عرض میکنم خدمت شما. من واقعا خودم هم هنوز نمیدونم بر چه پایه‌ای بود، چون چیزهایی که اتفاق واقعا افتاده، چیزهایی که در بازجویی ها از ما سوال شده بدون تفهیم اتهام و چیزهایی که در واقع دادنامه در حکم ما نوشته، سه تا چیز متفاوته. حالا فکر میکنم در واقع چیزی که در حکم ذکر شده رو بگم بهتر باشه، چون انقدر دیگه حالا در بازجویی ها سوال ها و مسائل مختلف ذکر شده که اصلا قابل بحث نیست. واقعا سه تا چیز ذکر شده: توهین به مقدسات، نگهداری در واقع سلاح یا گاز اشکاور و سوم رابطه نامشهور مادون زنا. هر کدوم از اینها هم حالا یک سری در واقع ادله‌ای براش برشمردن، یه سری مسائل رو برشمردن که حالا میشه گفت. در مورد توهین به البته غیر از این سه تا یه دونه نگهداری آلات قمار هم بوده که جریمه براش بریدن. خانم اختصاری یه دونه تبلیغ علیه نظام هم بوده که حالا همه اینا رو بیان میکنم چه چیزایی بوده. جرم اصلی ما که در واقع توهین به مقدسات بوده که 6 سال حکم من و 7 سال حکم خانم اختصاری رو شامل میشه، مهمترین علتش این بوده که چند تا از شعرهای ما توسط شاهین نجفی اجرا شده. حالا درسته شعرهایی که از ما اجرا شده در کتابهامون چاپ شده مصداق جرم نبوده، اما اینها و شعر خانم اختصاری خب قبل از اون بوده و شعرهای من غیر از یکی قبل از ماجرای خونده شدن نقی بوده که خب حکومت ایران روش حساسیت داره. ولی میگه هر نوع ارتباط با شاهین نجفی، عکس گرفتن، صحبت کردن، ایمیل زدن، همکاری، به نوعی همکاری در توهین به مقدسات، اون توهین به مقدسات کرده. پس شمایی هم که بینتون 3 تا 4 تا ایمیل رد و بدل شده یا اجازه دادین یک کارتون اجرا بشه، پس شما هم توهین به مقدسات کردین. این در واقع استدلالشونه. استدلال دومشون که در واقع در حکم اومده برای من اینه که یک کتابی من چاپ کردم بعد از بازجویی، بعد از آزادی از زندان، کتابی از من چاپ شده با مجوز ارشاد به نام باموش‌ها، که یک سری از شعرهای داخل این کتاب رو که مثلا کلمه خدا اومده، کلمه مثلا سبز اومده، اینا رو مصداق توهین به مقدسات دونستن. که حالا من مثلا متوجه نمیشم، با خیلی از دوستان شاعر هم حتی صحبت کردیم که مثلا چه برداشتی ممکن از این شعر کرده باشن که این رو مصداق توهین به مقدسات دونسته باشن. یا خانم اختصاری یه شعر داره: دارند میبرند مرا آه فاطمه، مثلا اونو مصداق توهین به مقدسات دونستن، که اصلا شعر یه شعر عاشقانه است. میگم اصلا حالا یا واقعا خودشون نمیفهمن یا واقعا نه میخواستن یه چیزی رو ببندن به ما. این قضیه توهین به مقدساته و خب بحثشون هم ادلهشون هم اینه. قضیه گاز اشکاور که خب مثلا نمیدونم جریان چیه، چون من اصلا گاز اشکاور به دردم نمیخورده که نگه دارم، من حتی تو خونم چاقو پیدا نکردن چه برسه. بعد گاز اشکاور چیزیه که خب اصلا انصار حزب الله استفاده میکنه تجمع ها رو به هم بزنه، من میخوام چیکار کنم؟ و حتی تو بازجویی ها هم از من درباره گاز اشکاور سوالی نشده بود و من تا روزی که در دادگاه روز آخر سوال شد شما چنین چیزی داشتین، گفتم نه، فقط همین. و بعدم تو حکم دیدم که 3 سال زندان به خاطر این موضوع. سر تبلیغ علیه نظامی که برای خانم اختصاری اومده، ارتباط با شاعران خارج از ایران بوده، یعنی مثلا ایشون یه همایش شعر سوئد بوده، دعوت بوده،
از روی کتابش یه سری شعرها رو خونده و گفتن شما با ایران خارجی هایی که تماس داشتین، این خارجی همه جاسوسن، خارجی همه خود فروختن و شما با اینا ارتباط داشتین، ایمیل میزنید، حالشون رو میپرسیدید، زنگ میزدید و شما در واقع این کار شما مصداق تبلیغ علیه نظامه. که من یعنی اصلا اینا رو برای کسی تعریف میکنم واقعا وکیل من بعد بیاد اینا رو بگه، چون واقعا باورپذیر نیست، خنده داره. رابطه نامشروع مادون زنا برای من خانم اختر یه مدام متفاوته. برای من مصداقش این بوده که چند بار، یکی دو بار در چند سال قبل دست دادم با نامحرم در جلسه شهر و در یک عکسی که با ریکاوری لپتاپ من، یه عکس خیلی قدیم مربوط زمان جوانی من که پیدا کردن، خانومی با من روبوسی کرده. خب اینها مصداق رابطه نامشروع مادون زنا شده و 99 ضربه شلاق غیر قابل خرید برای من بریده شده. خانم اختصاری یه قضیه همین دست دادن با نامحرم بوده که البته اثبات نشده و این بوده که در عکس هایی که با ریکاوری لپتاپشون پیدا کردن، ایشون سلخ بودن در خارج از ایران و گفتن که شما در جلسه هایی که بودید یا مثلا محافلی که مهمونی هایی که بودید کنار پسر نشستید با سر برهنه. و یک اتهام دیگه هم که حالا چون 11 سال نیم زندان دارن خانم اختصاری براشون بریدن، انتشار عکس های غیر مجاز در اینترنت که براش هیچ در واقع ادله ذکر نشده. نکته ای که در مورد، حالا آخرین جمله هم باشه، در مورد توهین به مقدسات برای من و خانم اختصاری و حتی آقای کیوان کریمی که حکمشون هم جدیدن حکم تجدید نظرشون اومد، عجیب به نظر میرسه، یک سری دروغ هاییه که گفته شده. مثلا در پرونده مثلا من نوشته انتشار آلبوم هیچیچیچ، انتشار و پخش آلبوم هیچیچیچ. من یه ترانه سرام، یه شاعرم. خب اصلا اولا من پولی دریافت نکردم بابت این کار و یه کاری بوده که دوستانه رضایت دادم، البته این نبود که خبر نداشتم. اما خب طبیعتا من تهیه کننده نیستم، من خواننده نیستم، من آلبوم منتشر نکردم، آلبوم پخش نکردم، اصلا اینا به من ربطی نداشته. من به هر خواننده‌ای که کارم رو بخواد با هم وارد مذاکره میشیم، به توافق مالی برسیم، قراردادی ذکر میکنیم و این کار فروخته میشه. حالا ایشون ممکنه مثلا 20 اصلا اون کارو منتشر نکنه، ممکنه 20 سال بعد اون کارو در هر آلبومی که دوست داره قرار بده. اینکه به ما اتهام، یا مثلا به خانم اختصاری گفته بودن که تهیه و انتشار آلبوم ترامادول، که اصلا ایشون تو این آلبوم ترانه ای نداره، چجوری این آلبوم منتشر کرده، با چه وسیله ای؟ میگم متاسفانه حالا دروغ در این حکم خیلی زیاده، اما خب بعضی هاش هم راسته. بالاخره خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران بوده که ما رد کردیم و طبیعتا حالا انتظار چند حکمای عجیب و غریبی نداشتیم، چون دوستان دیگه از ما هم هستن که بالاخره با خوانندگان خارج از کشور در ایران همکاری میکنن و نهایتا حالا با یه احضار، با ممنوع اسم شدن، ممنوع فعالیت شدن، قضیه حل میشه. هیچ گونه 10-11 سال زندان براشون نبریدن. مدتی است که نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران نگاهشان متوجه هنرمندان، شعرا، فیلمسازان جوان و کسانی است که دست اندرکار موسیقی هستند. چرا؟ بخوید به نظر من قضیه دو بخش داره. یعنی یک مقدار اولا اینها از ادبیات و هنر میترسن، یعنی احساس میکنن هر کسی ادبیات و هنر جامعه رو از پایین به بالا اصلاح میکنه، فرهنگ رو تغییر میده و اگر اتفاق خوبی در جامعه بیفته از همین راه خواهد افتاد. شما ببینید اینهایی که میرن فحش میدن به نظام در اینترنت، خب حتی فالوورای تقریبا زیادی دارن، هیچ کدوم دستگیر نمیشن. الان من صفحات زیاد میبینم که حتی گاهی به ما هم میان فحاشی میکنن، میگن شما میانه روی، شما فلان نیستید و به خدا، پیغمبر، حکومت، رؤسای حکومت فحاشی میکنن و راحت هم دارن زندگیشونو میکنن با اسم و عکس واقعیشون. اما ما یک شعر انتقادی خیلی نرم، یه دوستی یه شعری به نام الفبا گفته بود در یه شهرستانی، براش اومدن یک سال نیم، دوست جانبازی براش یک سال نیم زندان بریدن. آقای رستم بگلو اصلا سالها از آخرین انتشار کتابش میگذشت، براش زندان بریدن. دوستان دیگه، آقای رجبیان و دوستانشون یک سایت ساده موزیک داشتن، براشون حکمای اومده. سایت تریپل ای، سایت تریپل ای سالها موسیقی و فیلم پخش میکنه، حتی سانسور میکنه خودش فیلم ها رو، یعنی فیلم ها رو من حتی گاهی نگاه نمیکنم چون به فیلم لطمه میخوره. و اینو اومدن با بسیار کارهای مخوف اطلاعاتی به ایران کشوندن به یه بهانه و دستگیرش کردن و شبکه ها رو ساقط کردن. یعنی
فکر میکنم اون بحث فوکویی که تغییراتی که در جامعه های در واقع جهان سوم مخصوصا میخواد اتفاق بیفته در کشورهای دیکتاتوری، باید مردم اول اصلاح بشن بعد حکومت ها اصلاح بشن، حالا که اینها تحت پروژه هایی مثل براندازی نرم، مثل نفوذ و سه نقطه خطاب میکنن، اینها رو باعث شده که نه فقط با هنرمندا، با کسانی که در عرصه علوم انسانی فعالیت میکنن، چه هنر چه ژورنالیست و و و و برخوردهای شدیدی بکنن، مخصوصا در ماه‌های اخیر که ما نزدیک به انتخابات قرار داشتیم و اینا می‌خواستن شمشیر رو از رو ببندن و هر نوع در واقع اتفاقی که دلشون نمیخواد راه براش بسته بشه. نکته دوم، من فکر می‌کنم ما در واقع قربانی دعوای دولت با حالا سپاه و قوه قضاییه شدیم. یعنی شما این اکثر این دستگیری‌ها توسط اطلاعات سپاه بوده، توسط و قوه قضاییه حکم داده و هیچ و همین دوستانی که دستگیر شدن بسیاریشون کتاب همون شعرها در کتاب‌هاشون با وزارت ارشاد دولت چاپ شده و منتشر شده. یعنی دولت حالا به هر علتی یه سری آزادی‌هایی میده، یه سری فضای بهتری ایجاد می‌کنه و خب سپاه میخواد جلوی این فضای باز رو بگیره، میخواد این آزادی رو محدود کنه و میخواد در واقع هر چقدر که آزادی بیشتر بشه اتفاقا فشارها بیشتر میشه. یعنی من بهتون بگم فشارهایی که من در دوره آقای خاتمی و در دوره آقای روحانی، حالا کمتر البته، و تحمل کردم، خب به عنوان حالا یه روزنامه نگار، به عنوان شاعر، به عنوان نویسنده، بسیار کمتر بود از فشارهایی که دولت آقای احمدی‌نژاد تحمل کردم. نهایتا اون زمان آقا کتابا رو کلش رو مجوز نمیدادن، خیلی کم پیش میومد بیان در خونت مثلا به خاطر شعری که گفتی مثلا و توی جلسه خصوصی خوندی بگیرن ببرنه. یعنی من احساس میکنم در واقع یه رقابته و میخواد در واقع غیر از این که فضای بازی که ایجاد شده رو ببنده، از طرف دیگه میخوان بگن آقا در تمام جهان که ببینید هیچ تغییری ایجاد نشده، مردم دل سرد بشن، مردم بترسن. و این نکته رو هم فراموش نکنیم، به عنوان نکته آخر میگم که وقتی با یه آدم سیاسی، با یه فعال، با یک آدمی که داره فعالیت جدی میکنه برخورد میشه، اولا مردم اونو از خودشون خیلی میدونن، یه آدم بالاتر از خودشون میدونن، فکر نمیکنن که اون بلا سر خودشون بیاد. ولی وقتی یه شاعر یه نویسنده که داره تو مردم میپلکه کنارشونه و کار خاصی غیر از شعر گفتن که تمام مردم ایران میگن نمیکنه برخورد میشه، مردم بیشتر میترسن. و بعد وقتی با شاعری که مثل ما میانه رو، شاعر تندی نیستیم، شاعر سیاسی نیستیم، چنین برخورد وحشتناکی، ضربات برای آقای کیوان کریمی به عنوان یه فیلمساز 232 ضربه یا 3 ضربه شلاق بردن و تجدید نظر هم بدون یک دونه کاهش تایید شده، وقتی چنین شلاقی که خب تقریبا حتی حیوان هم زیرش دووم نمیاره برای یک هنرمند زده میشه، مردم میترسن. خیلی از دوستای خود من که بسیار فعال بودن در شبکه‌های اجتماعی، در اینترنت، در وبلاگ‌ها، الان وبلاگ‌هاشون رو بستن، صفحه‌هاشون رو به روز نمی‌کنن، یا شعرهایی که به روز می‌کنن شعرهای بسیار ملو ملایم، هزار بار برای من می‌فرستن میگن دکتر نکنه از این شعر ما برداشتی کنه، به نظرتون اینو بذاریم نذاریم؟ و خب میترسن شاعرای یعنی به قول معروف حساب کار دستشون میاد و خب تمام اینا به نظر من در کنار هم دخیله که باعث این اتفاق میشه. شما فکر میکنید که به خاطر این جبه سرکوبی که ادبیات امروز ایران کمتر به مسائل اجتماعی میپردازه و تلاش داره که از اون چه که در جامعه اتفاق میفته بدون نگاه به اون بگذره؟ من فکر میکنم نباید همه اینها رو در یک جمله طبقه بندی کرد، چون آدمهای مختلفی هستن. من اگه بخوام طبقه بندی کنم، خب یک سری از شاعرها هستن که شاعرهای بی تفاوتن، یعنی اصلا خیلی حتی کامنت های من دریافت میکنم که مثلا مهدی دکتر چرا خودت قاطی سیاست میکنی، چرا وارد مسائل اجتماعی اشاره میکنی، شعرهای عاشقانه بگو، شعرهای حسی بگو، سری که درد نمیکنه دستمال نبندن، ما مخالفی، ما هم اعتراض داریم، ولی بالاخره باید ساخت، جون آدم از همه چی عزیزتره، نمیدونم و اینجور مسائل. آدمایی که علاقه‌مندن به شعر و ادبیات اما دوست ندارن مشکلی براشون ایجاد بشه، یک سری اکثریت این آدم ها رو تشکیل میدن. یک سری آدم هایی که دوست دارن حتی منافعی نصیبشون بشه، یعنی شاعرانی بوده که حتی طرف شاگرد من بوده، حتی طرف دوست من بوده، حتی طرف مثلا با من مراوده داشته ولی با حکومت روابط پیدا کرده، اما الان شاعر درباریه، شاعر حکومتیه، در وسط حکومت شعر میگه.
و وقتی ازش سوال میکنم میگه من دلم با شماست، اما منافعم اونوره، پول اونوره، قدرت اونوره، نمیدونم شناخته شدن طریق صدا و سیما اونوره، همه چی اونوره، اینورم زندان بدبختی، بیپولی، فقر. خب تو باشی چی انتخاب میکنی؟ وقتی آدم واقعا آرمان نداشته باشه یا یکم سست باشه، بالاخره فشارها زیاده. خیلی از دوستای ما بودن که شعارهای بزرگ سیاسی میدادن، اما 4 روز که رفتن انفرادی و فهمیدن که آقا تلخه، واقعا جای خوبی نیست. اون چیزایی که تو فیلم ها میگیم، اون چیزایی که میگیم با تجربهش خیلی فرق داره. وقتی اومدن بیرون یک دفعه عوض شدن، نقابشون رو زدن کنار و یه آدم دیگه شدن، حتی حاضر شدن همکاری کنن. خب این مسئله قسمتی از شاعرانه. سومین قسمت از شاعران که باید ذکر کنم، آدمهایی هستند که مایوس شدن. شاعر آدمهای حساسی هستند، احساساتی هستند. من اگه بهتون بگم خیلی از شاعرای ما که چندین کتاب برای مجوز دادن، مثلا من رفیقی دارم بچه غزل پست مدرن که 9 تا کتاب برای مجوز داده و هیچ کدومش مجوز نگرفته. خب این آدم مایوس شده، این آدم افسرده شده، نشسته کنج خونش صبح تا شب قرص میخوره و اصلا دیگه شعر نمیگه. میگه شعر میگم به چه امیدی؟ کی میخواد بخونه؟ چه اتفاقی؟ هر لحظه ممکن در خونمو بشکونم یا همه آثارمو ببرن، مثل آثار من که ابین بردن، چون شعرهای من و داستانای من ابین بردن کلا و ابین ببرن. برای چی کار کنم؟ برای کی کار کنم؟ بعد مردم رو میبینه، سستی مردم رو میبینه، رفتارهای بد مردم در شبکه‌های مجازی رو میبینه، باز هم ناامیدتر میشه. و یک گروه اقلیتی هم هستن، به هدفشون ایمان دارن، دارن کار میکنن، دارن فرهنگ سازی میکنن، از شعر و ادبیات دنبال مسائل جنسی، دنبال پول، دنبال مقام، دنبال خیلی چیزها نیستن، برای یک آرمان و ارزشی که بهش اعتقاد دارن. اما واقعا بگیم این هنرمندها تعدادشون کمه و تلختر از این که همه این هنرمندها هنرمندان خیلی خوبی نیستن. یعنی من دوستانی دارم که بسیار آدمهای واقعا وارسته خوب، اما اثر هنری که تولید میکنن متاسفانه چون اثر درجه یکی نیست، اون اثر لازم رو مردم نمیگذاره. اگر بتونه این تعهد منظورم اون چیزی که حکومت نیست میگه نیست، منظورم اون چیزی که واقعا باید باشه، تعهد به اندیشه و آگاهی و تخصص و مطالعه در کنار هم پیش بره، یعنی شعر به شعار تبدیل نشه، گاهی از اون بره پشت بوم نیفتیم، میشه این مردم رو حتی با شعر و ادبیات و هنر هم تغییر داد. همون جوری که شاهنامه فردوسی تأثیر بسزایی در تاریخ ما داشته، همون جوری که نقدهای حافظ تأثیر داشته در زمان خودش، اینها هم میتونه در زمان خودش تأثیر بذارن و حتی بمونن در تاریخ. خب ما همیشه در ایران مشکلی به نام سانسور داشتیم، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب 57، ولی کسانی که در هر دو حکومت به کار نوشتن و یا به سینما اشتغال داشتن میگویند که سانسور امروز بسیار سخت‌تر از سانسور دیروزه. من بله، به نظرم بدتر شده. اولا در زمان شما هم سانسور بوده، یعنی وقتی شما میبینید یه شعر ساده شهریار قنبری، خب که من نمازم تو رو هر روز دیدنه، از لب دوستت دارم شنیدنه، با سانسور میشه من نیازم تو رو هر روز دیدنه، یعنی شرکتم سیاسی هم نیست و سر یه مسئله مذهبیه واقعا. بگیر تا مثلا رنگ قرمز در فیلم ها، تا مثلا سطرهایی در مثلا ترانه هایی که داریوش خونده، بعدش ترانه سرا، آهنگساز حتی و خواننده رو گرفتن و خیلی مسائل دیگه پیش اومده، یعنی اون موقع هم سانسور و فشارها بوده. اما چی باعث میشه که ما احساس کنیم که سانسور از زمان شاهنشاهی بیشتر شده؟ 2 تا مسئله است. اول از زمان شاهنشاهی یک مقدار تعاریف در واقع خطوط قرمز روشن‌تر بوده، یعنی آقا میگفتن کمونیسم و اندیشه های چپ خط قرمز ماست، روشن هم میگفتن. حالا شاعری که اعتقاد داشت میرفت شعرشو میگفت، اثرشو خلق میکرد و تاوانش رو هم میداد. اما امروز اصلا ما نمیدونیم خط قرمز چیه، یعنی من کتاب رو سانسور میکنم، آماده میکنم، کتابی خودم سانسور کردم برای چاپ و مطمئنم خب این شعر کتاب دیگه هیچی نداره و بعد کتاب غیر قابل چاپ اعلام میشه و اصلا نمیدونم چرا. یا مثلا بسیاری از سطرهایی که من نمیفهمم چه موردی داره، یعنی من واقعا دلم میخواد یه بار اون مسئول ارشاد رو ببینم، بهش بگم خب الان این سطر که حذف شده نکتهش چیه، ماجراش چیه، حذف میشه. یا سر مسائلی ما باید جواب پس بدیم که در قانون اصلا ذکر نشده، یعنی من رو میخوان و میگن شما چرا فلان کردی، چرا چنین، میگن خب لازم قانونی جرم نیست، یا مثلا کتاب من با مجوز ارشاد چاپ شده میخواستین مجوز ندید. یعنی بعد نکته دومی که در بعد از انقلاب پیش اومده
اینه که در واقع نظام، در واقع نظام‌های اطلاعاتی موازی داریم. قدیم یه ساواک بوده میخواستت، میگفته آقا این کار رو نکن یا بکن، ولی الان مثلا ممکن اطلاعات رو بخواد و بگه آقا این کتاب رو با حذف صفحه 10 تا 20 چاپ کن، اگه 10 تا 20 رو چاپ کنی فلانت میکنیم، و تو صفحه 10 تا 20 رو حذف میکنی که وزارت اطلاعات گفته و چاپ میکنی، و بعد سپاه میاد میگیرتت و میگه غلط کردی که بقیه‌اش هم چاپ کردی. یعنی بعد اون موقع نمیدونم اطلاعات نیروی انتظامی هم میگیره یه بلای دیگه سرت میاره. یعنی متاسفانه نهادهای موازی که با هم دیگه رقابت حتی دارن، از کار هم هم بی‌خبرن، اصلا عرصه رو بر هنرمندا تنگ کرده. و بعد هم هر نقدی الان تبلیغ علیه نظام محسوب میشه، هر همسو نبودنی، هر بحثی. آخه من نمیدونم مثلا شما حتی داستانهای صدر اسلام که حالا خودشون در کتاب درسیشون نوشتن رو میخونید، میگه آقا مثلا طرف اومد پیش امام باقر یا امام صادق نشست، شروع کرد به فحاشی کردن، گفت آقا مثلا دین شما فلان فلان فلان، حرفای رکی. امام صادق نشست گفت فرزندم آروم بشین، بعد باش صحبت کرد، گفت مشکل تو چیه، بعد با هم بحث کردن ساعت‌ها، حالا طرف قانع شد یا نشد. اما الان شما کافیه یک نظرگاه داشته باشی، بگی آقا به نظر من آیا این چیزی که تفسیری که از قرآن الان ارائه میشه، آیا این تفسیر درسته یا تفسیر دیگه هم میشه کرد؟ همین ممکنه حکم اعدام شما رو بده. و شما اصلا، من حتی راحت بگم در خونه خودم، در مغز خودم خیلی وقتا خودسانسوری میکنم، جرأت فکر کردن از بچگی من یاد دادن که نداشته باشم، چون فکر کردن آزاد ممکنه بلاهای بدی سرت بیاره. با سپاس از همراهیتون، دستتون در کل لطف شماست. ممنون از لطفتون، خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم، ان شاءالله باز هم در تماس هستیم.